با سلام و درود احترام خدمت دوستان و عزیزان و سرانم. بعد از مصاحبه با آقای فلاحتی در شبکه صدای آمریکا، خب دوستان برداشت متفاوتی کردند، درست، غلط، متوسط فرق نمی‌کنه. اما سوال خیلی زیادی رو پرسیدند و درخواسته خیلی زیادی رو دارند. من الان خدمت شما اصول علوم غریبه را عرض میکنم. این اصول غیر قابل عدول هست. هر کس غیر از این عمل کرد، بدونید که بیراه هست. چند تا قاعده ساده داره. خیلی ساده است. ما مثلا یه سری داریم در دنیا شیطان پرستند که شاید جمع شیطان پرستای دنیا، اینم یه خود با عدد بالاتر میگم، جمعشون به 2000 نفر نرسه، اما بالغ بر 30 میلیون شیطان پرست قلابی و شیاد دارید. از شیاد پرست دارید اینها میان ادا در میارند که هر دوش هم مذمومه، هرچند رسول است. اما میخوام بگم که اینجوری نیست، بی سادگی نیست. در علوم غریبه اگر کسی میخواد در علوم غریبه را بگیره، باید استاد ببینه. استادم کسی است که بین 3 سال تا 5 سال باید دائم پیشش باشی. این یه استاد که میخوام بسازن بین 5 سال تا 10 سال فقط کار مطالعاتی روش انجام میدن که آیا این جاش خوب هست، امکاناتش هست، سودده هست یا نه، مفید واقع خواهد شد یا نه. بعد از 5 سال تا 10 سال بود از 100 میرسن که آیا بزنن یا نزنن. تازه بعد پروژه 100 شروع میشه. در علوم غریبه هم همینطور هست. اگر شما علاقه من بودید، بهترین سن برای ورود به این کار از 15 سال به باراست و ختمشن در 35 سالگی است. حالا بهتون میگم. استاد که شما رو میبینه بعد از 3 سال تا 5 سال که شما رو ظرفیت شناسی میکنه و شما رو زیر بالا میکنه و همه جور تو امتحان میکنه، بعد اگر بعد از 3 سال تا پس ببینید شما به درد این کار میخورید یا نمیخورید، خیلی راحت بعد از 5 سال میگه آقا جان شما برای این کار ساخته نشدید، برو به کار زندگیت برس. تازه بعد از 5 سال میگه تو به درد این کار نمیخوری. 5 سالی که ثابت و مستمر پیشش بودی، سبک سنگینت کرده، همه جور امتحانت کرده و بعد میگه خداحافظ شما. اما اگه بعد از 3 تا 5 سال انتخاب شدی، ظرفیت رو سنجی، لولت رو شناخت، فهمید که تو برای این کار ساخته شدی، باز اونجا درجه بندی داره که تا چه حدی رو شما کار انجام بدن. چون کسی که این کار علوم غریبه میکنن یا کار متافیزیک میکنن در سر دنیا، اینا هیچ وقت تحت هیچ شرایط توانمندترین شد بالاتر از 5 شاگرد نمیتونن بگیرن. انرژیشو نداره، توانشو نداره. 3 نفر. عرف 3 نفر است. عرف 3 نفره. بعضی ها خیلی توانمندن و خیلی چیز هستن و شاگرده خیلی با استعداد گیرشون میاد، 5 نفر میگیرن. که از اون 5 نفر معمولا 2 نفر از قبلی هستن که دستیاراش هستن، کمک میکنن بهش. در تمام این مدت هزینت بوده خودته. همه خرج و زندگی بوده خودت هست و ایشون در این مسئله هیچ کمکی نمیکنه. اون شخص هم از هیچ کس کمک نمیگیره. درآمدش رو خودش داره. کار میکنه. زحمت میکشه. ما یه استاد داشتیم تو محلمون. این هفته 1 روز به بچه‌ها که سبا اونه که کار میکرد که من میدیدم، البته ما نمیفهمیدم علوم غریبه اینا چی هست زیاد. اما هفته 6 روز این بشر تو خرابه ها میگشت، پارچه رو جمع میکرد، پارچه کنار تیکه رو جمع میکرد، میورد میزرش میشست، درست میکرد، شستشون بسته بند میکرد، 10 تا میبست، میورد گاراژداره مشهد به کامیوندارا میفروخت برای تمیز کردن ماشیناشون. خرج زندگیش در میورد. هفته یه روزم شاگرده که داشت میمدن اونجا بهشون درس میداد. اگر کسی میخواد وارد علوم غریبه بشه، حتی به اندازه 1 لیوان آب درآمد فکر اثرش بیاره بیرون، اصلا وارد قصه نشه، چون علوم غریبه برای ساخته نشده که.
شما ازش درآمد داشته باشید. همون 100 دست، 100 وقتی که تشخیص بزنن 100 منافعی نداره. 100 فقط کاری میکنه، جلو آب رو میگیره، آب رو کنترل میکنه برای زیر مجموعه 100، پایین 100 که بهش آب رسانی کنه و اینا آباد و آزاد بشه. 100 سر جاش هست، هیچی هم گیرش نمیاد، هیچ. فقط همون بودنش، همون آب پشت 100 بودن، همون قدرتی که بهش میده، توانمندی که بهش میده، آب اینقدر نگه تا آب 100 لبریز بشه، بعد کنترل میکنه و خروجی میده. همون آبی که پشت 100 هست به بتونش میخوره، کمکش میکنه برای بقاش، هیچ چی دیگه گیر 100 نمیاد. یک نفر کار علوم غریبه میکنه، این کار رو انجام میده، اونجا میرسه. اگر به اندازه یک لیوان آب، یک لیوان آب از شما تقاضا کرد، کارش نمیشه، چون در اصول اینها نیست. خیلی از اونان که علوم غریبه کار کردن، رفتن، رشد کردن، بعدا پشیمون شدند. یک جورایی میگفتن فرن زندگی رو باختیم. یک نفر علوم غریبه کار، استاد، این صندوقدار بانک میمونه، ماهی 200 میلیارد پول جابجا میکنه، اما اگر آخر ما 10,000 تا مصفاتی تا برداره، اخراجش میکنند. علوم غریبه هم همینطوره. خب پس استاد اینه گرفت، بعد میسنجه که چه لیولی به این درس بده، تا چه کجا بهش درس بده، و مرتب باید مراقب این باشه که خطا نکنه، اشتباه نکنه، نر انرژی زیادی میبره. بعد طرف بعد از مثلا 15 سال 20 سال به جایی میرسه که این میفهمه که دیگه این از بحران گذشته است. بعد میگه برو، اختیار بهش میده، اختیار میده که برو حساب بر خود هستی. ولی هیچ حتی زمان مرگ استاد جدا نمیشه، چون همیشه نیاز کمک به نیازه معنوی و روحی روانی ایشون داره، استادش داره. پس علوم غریبه برای درآمدزایی نیست، که فلسفه‌ش هم این هست که میگن که به اصطلاح اونایی که اهل اعتقاد هستن میگن که فلسفه دعا کلن اینه، هر چی کتاب راجع به دعا خونید بریزین کنار، یک کلم بیشتر نیست. میگن که خداوند غیرتش قبول نمیکنه که بنده خیر بنده رو بخواد، او خیرش رو نخواد. اما اگر آمدی وسط تو خیرش یه خورده چیز میده قاطی کردی، خواستی دیگه تموم شده است، میگن برو پیکاره، تو خواستی، تو در تقاضا داشتی، یک خواسته داشتی، یک توقع بیجا داشتی و نمیشه کار. پس هر کسی برای شما گفت من کاری انجام میدم، این دعا رو مینویسم، این ورده میکنم، این کار رو میکنم، این تلسمات میکنم، از شما وضعی که ارزن تقاضا کرد، هر چی کارش نمیشه، دروغه. راحت بهتون بگم، محکم بهتون میگم، به عنوان کسی که 42 سال عمرش این کار گذاشته و اساس زیادی دیده گذرونده، دارم بهتون میگم کارتون نمیشه، وقت تلف نکنید. اون از شما گدایی میکنه، از شما پول میگیره. ببینید فرق فقر با گدا اینه، خیلی فقیرن اما گدا نیستن. فقیر داری، نداری، نه چیزی، اما کسی که از شما پول میگیره، بنده ای توست، برده ای تو شده، از تو فقیر، از تو گدایی کرده، تو خود سرور هستی، وقت از فقیری که از تو گدایی کرده میخوای کمک میخوای، خیلی مسخره است. یعنی قلب میبینی تو بدن انسان میزنه، قلب میبینی به تمام اعضای بدن خون میرسونه، اما خودش خونش از جای دیگه میگیره. قاعده است در دنیا. پس بیایم تمام اون چیزی که تو ذهن ماست بریزیم بیرون. آدم درویش، آدم صوفی، آدم اهل علم جفر، اهل رم، اهل استراب، کلا علوم غریبه و زیر مجموعهاش، اینهاش فقیر هستند. اکثر غریبه، اکثر فقیرند، اما گدا نیستند. هیچ وقت دست به طرف کس دراز نمی کنند در هیچ شرایطی، و می دونن که اون کسی که روزی دهندش هست روزشون رو می رسونه. یکی از بزرگترین اینها شخص به نام آیت الله قوچانی، کتابی داره به نام سیاحت شرق، کتابی داره به نام سیاحت غرب.
که حالا جالب سیاحت شرق توی گوگل گذاشتن ولی سانسور کردن، جایی که به توکل میرسه، چون خانومی که اینا دوباره بازنویسیش کرده به عقل خودش جور نمیده پاکسازی کرده، چرت و پرته ولی واقعیت. اونها توکلشون قوی تر از حرفاست. این حضرت مسیح وقتی تو بیابون میمونه شک نداشته که کمک براش میرسه. پس بیایم خیلی راحت توی پازل قرار بدیم. الان هم که بازارش در دنیا گرم شده، علم میکنیم، بل میکنیم، فلان میکنیم، و از هر 1000 نفر اینا 999 نفرشون سراغ کسی نمیرند. با سراغشون رفت، صد جایی نمیتونه بره، با سرش وایسته. خواسته داریم بریم، بهره برداری کنیم بریم. پس تکلیف روشن شد، کسی که علوم غریبه است از هیچ کسی چی نمیگیره، حتی اگه دست بالش زیاد باشه کمک هم میکنه. هر آن کس به دینجا رسید آبونانش دهید از ایمانش نپرسید، هر آن کس که پیش خدا به جانی ارزد صد البته پیش شیخ حسن به نانی ارزد. اینها هستند تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است، ره را گر صد هنر دارد توکل بایدش. حافظ میگه توجه کردید؟ پس حجت بر ما تمامه و تمام این حرفا به اینجا میخوام برسونم که خرد ورزی کنیم، عقل. وقتی عقل داشته باشیم، ببین دوستان، ما میخوام رشد کنیم، ما میخوام رشد کنیم، با ذکر و با احساسات تحت هیچ چیز روش نخواهیم کرد، هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. احساسات مرا از عقل و خرد دور میکنه. پیش اون کسی که میرین میگین این ذکر بگو، این ذکر بگو، اینا رو بریزین دور. ذکر حساب کتاب داره، ذکر عدد داره، ذکر عدد داره، حساب داره، کتاب داره، چون کل دنیا بس ریاضی هست. اما فکر تصاعدی شما رو روشن میده. شما هر چقدر ذکر بگید زمین روشن میکنید، آخرم شاهدیتون درک بیشتر نیست، اما با فکر آسمان روشن میکنید. کافیه شما 1 کیلومتر بارا شاهدیتون 50 کیلومتر، 10 کیلومتر شاهدیتون نصف کره زمینه. توجه کردید؟ بس اینجاست. پس بیایم به فکر وادار بشیم. وقتی فکر کردیم ذکرم پیش ماست، احساساتم قابل کنترل میشه. شما در دنیای دانشمندی رو پیدا نمی کنید که وقتی داره فکر میکنه، کار میکنه، با موسیقی احساساتی کار میکنه، با موسیقی سنگین کار میکنه، اصیل کار میکنه، هارمونی کار میکنه، سمفونیا رو گوش میکنه. دکتر حسابی، زندگی یاد و حسابی، میگو وقتی من موسیقی اصیل گوش میکنم به خدا میرسم، چون درش تکرار نیست، درش احساسات نیست، فکره. اشعاری که در اونجا گفته میشه فکر شده است، کار شده است. مزن بر سر را توان دست زور. ببینید تک تک اینا هر کدومشون دنیایی سازه خودش. توانا بود هر که دانا بود، دنیا حرف توشه، یا شعرهای مولانا و خیلی های دیگه. اما ختم صحبت، ختم صحبت میگه آب کم جو، تشنگی آور بده است. دنبال آب نباش، این ور اون ور نرو، ندو، خودتو خسته نکن. آب کم جو، تشنگی آور بده است، تا بجوشد آبت از بالا و پست. تو تشنه بشو، خودش میاد. ایام به کام، روزگار خوش، تا کلیپ بعدی.